سلام، در این قسمت به 3-tiered architecture یا آرکیتکچرهای سلایه میپردازیم. چرا باید سافرمون رو به سه قسمت تقسیم بکنیم؟ دلیلش خیلی ساده است. یه یوزر اینترفیس داریم که دگمه ها، دراپ داون لیست ها، چیزایی که یوزر میبینه و ازش استفاده میکنه. ما نمیخوایم که این یوزر اینترفیسمون با بیزنس لاجیکمون، یعنی کاری که بیزنس ازمون میخواد، محاسبات، کلکولیشن ها، با اینا قاطی بشه. چرا؟ چون اگه بخوایم بعداً تغییری درش ایجاد بکنیم، اگه یوزر اینترفیسمون رو میخوایم تغییر بدیم، نمیخوایم بیزنسمون تغییر بکنه. و یا اگه بیزنس رو میخوایم تغییر بدیم، نمیخوایم یوزر اینترفیسمون تغییر بکنه. حتی ممکنه ما یه لایه‌مون رو مثل بیزنس لاجیکمون اصلا کامل در بیاریم بیرون و یه بیزنس لاجیک جدید جاش بذاریم. یه گروه دیگه یک سافتوری نوشته که بیزنس لاجیک جدیده و حالا میخوایم اون رو استفاده بکنیم. هیچ فرقی نباید بکنه. ما باید بتونیم راحت بیزنس لایرمون رو در بیاریم و به جاش یه بیزنس لایر جدید بذاریم و یوزر اینترفیسمون همون جوری که هست باقی بمونه. یا در قسمت سوممون DAL که دیتا اکسس لایرمونه، کارش فقط صحبت با دیتابیسه. دیتابیس جاییه که دیتا هامون یا اطلاعاتمون اونجا سیو میشن و ما میتونیم این دیتا ها رو بگیریم یا بخونیم یا دیتا بنویسیم توش. بنابراین ما برای اینکه بتونیم این کار رو راحت انجام بدیم، یه لایه درست میکنیم به اسم دیتا اکسس لایر. در دیتا اکسس لایر کاری که میکنیم، تنها کاری که میکنه اینه که با دیتابیس در تماس، از یه طرف هم با بیزنس در تماسه. یعنی دیتاهایی که از دیتابیس میخونه میده به بیزنس لاجیکمون. اینجوری ما سه لایه مجزا و مستقل داریم. اگه بخوایم هر لایه ایشو در بیاریم بیرون، یه لایه دیگه جاش بذاریم، مثلا فرض بکنید که دیتابیسمون رو تغییر بدیم، یه نفر میاد میگه که ما دیتابیسمون سیکول سرور بوده تا حالا میخوایم بکنیمش اوراکل. خب برای تغییر دیتابیسمون تنها چی لایه رو که باید تغییر بدیم دیتا اکسس لایرمونه. به بیزنس لاجیکمون هیچ کاری نداره، هیچ ربطی اصلا بهش نداره، یعنی نباید داشته باشه. و برای همینه که سافرمون رو به سه لایه تقسیم میکنیم. گاهی این لایه ها در کامپیوترهای مختلفن، گاهی هم در یک کامپیوتر هستن. معمولا وقتی که با دات نت سافر می‌نویسیم، میتونیم یه سلوشن درست بکنیم و سه تا پراجکت، یکی پراجکت یوزر اینترفیس، یکی پراجکت بیزنس لاجیک لایر، یکی پراجکت دیتا اکسس لایر. خود دیتا اکسس لایر هم البته میتونه به دو قسمت تقسیم بشه که در ویدیو بعدی وقتی که در مورد این لایه صحبت میکنیم اینو توضیح میدیم.